سلام شاگردای عزیز، امید که همه جور و سرحال بوده باشین و درسای گذشتهتان را خوبتر یاد گرفته باشین. امروز هم میپردازیم به درس جدید خود که درس جدید ما و شما سیر علمی است. و قبل از اینکه در رابطه با سیر علمی چیزی براتون بگویم، میخوایم که متن کتاب یک بار براتون بخونم تا اینکه عموم مشکلات اگر در متن کتاب که دارین حل شوه و کدام مشکلی براتون نمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سیر علمی. تمام شاگردان به صبرانه منتظر زنگ تفریح بودند، زیرا به اساس وعده معلم صاحب ساینس قرار بود برای اولین بار به سیر علمی بروند. بالاخره با نواختن زنگ تفریح معلم صاحب داخل صف شد و بعد از ادای سلام به شاگردان گفت: طوری که روز گذشته به شما گفته بودم، به خاطر آشنایی با حیوانات مختلف و خواص آنها، اینک امروز ما و شما به باغ وحش می رویم. با ختم حرفهای معلم صاحب، همه شاگردان به همراهی او به طرف باغ وحش حرکت کردند. و زمانی که به آنجا رسیدند، نفر مسئول باغ همه را رهنمایی نمود تا از قسمتهای خزندگان دیدن نمایند. او به شاگردان گفت: اگر سوالی داشته باشند می توانند بپرسند. احمد: چرا اینها را خزندگان می گویند؟ جواب برش داده می شود، می گه: این حیوانات را به خاطر خزندگان می گویند که در وقت حرکت به سینه راه می روند. باز محمود سوال می کند: در جهان چند نوع خزندگان وجود دارد؟ جواب: در جهان انواع زیاد خزندگان وجود دارد که مشهورترین آنها عبارتند از اقسام مارها، چلپاسه ها، تومسه ها، سنگ پشت ها و سوسمارها. مارها و چلپاسه ها در اوقات مختلف سال با بزرگ شدن جسامتشان پوست نوی را به دورشان تشکیل می دهند و پوست سابقهشان به شکل ورق نازک از وجودشان جدا می شود. همچنان یک نوع چلپاسه جنگلی وجود دارد که دارای خالهای سیاه می باشد و هنگامی که احساس خطر می کند، رنگ خود را مانند زمینی که در آن قرار دارد تغییر می دهد. اکثر خزندگان گوشتخوارند و غذایشان را از طریق شکار حیوانات دیگر به دست می آورند. سنگ پشتان از جمله خزندگانی هستند که عمر طولانی دارند و بعضی از آنان تا به 150 سال عمر میکنند. با ختم سخنان مسئول باغ وحش، معلم صاحب گفت: امروز وقت ما و شما تمام شده است، بخشهای دیگر را در آینده میبینیم. شاگردان از این سیر علمی خیلی خوش و راضی بودند. با مجرد رسیدن به مکتب، معلم صاحب به شاگردان وظیفه داد تا در خانه تمام جریان مشاهدات خود را در کتابچه‌هایشان بنویسند و فردا با خود بیاورند. در اخیر تمام شاگردان از معلم صاحب تشکر نموده، خواهش کردند تا در آینده نیز برای سیر علمی آنها را به باغ وحش ببرند. خب شاگردان عزیز، قسمی که شما هم توجه داشتین، من متن کتاب براتون خواندم. یک تعداد واژه ها و لغت های نوی در متن کتاب بود، ما رو روی تخته یادداشت کردیم. براتون میخوانم، شما هم متوجه باشین تا او لغت ها یا واژه هایی رو که نفهمیدین بفهمید. سیر علمی. لغات معنا: نواختن، به صدا در آوردن. خواص جمع خاصیت. مشاهدات جمع مشاهده به معنای دیدن. خزندگان حیواناتی که بروی سینه راه می روند. یک بار دیگه تکرار می کنم شما متوجه باشید: نواختن، به صدا در آوردن. خواص جمع خاصیت. مشاهدات جمع مشاهده به معنای دیدن.
خزندگان حیواناتی که بروی سینه راه می روند. خب شاگردای عزیز، قبل از اینکه درس خودت تمام کنیم روی اهمیت سیر علمی براتون چند جمله بیان میکنم. امید که شما هم با گوش دل بشنویم و او را در زندگیتون عملی بسازید. وقتی ما شما به سیر علمی میریم یاد ای که درس سیر علمی را میخوانیم، معنایی به این معنا نیست که ما تنها از سیر علمی لذت ببریم، بلکه بایی که ما لذت میبریم از سیر علمی بعض چیزهایی هستن که ما او را در انجام سیر علمی یا ای که وقتی به سیر علمی میریم میاموزیم. مثلا فکر کنید وقتی شما به درس کتابتان میخوانه موزیم میدیره، موزیم میلی شاید به شما عجیب خلق شما که چی گونه یک جای باشه، ولی زمانی که استاد تصمیم میگره یا ای که مکتب تصمیم میگره تا شما را ببره به موزیم و موزیم از نزدیک شما مشاهده بکنید، اونجا وقتی میروه میفهمی مفهوم موزیم که خود موزیم چیست، یعنی موزیم به چی معنا و در موزیم چی چیزهای نگهداری میشود. شما وقتی اونجا میره کسی مسئول است، مثل که در کتاب خواندیم همه بخشهایی که در موزیم ملی وجود داره او رو بر شما نشان میده و براتون اهمیتش بیان میکنه. و یه ای که اگر شما به یک پارک تفریحی به سیر علمی میرین، اونجا هم لذت میبره، هم خوش میشه و هم یکی یک چیزی رو میاموزه. مثلا در رابطه با درخت ها، در رابطه با انواع نباتات اونجا شاید که معلومات حاصل بکنید. و یکی که اگر شما را به آرشیف ملی میبرند، اونجا هم چیزهای خیلی تاریخی قدیمی هستن که اگر شما با اونا رو میبینید هم لذت میبره و همی که شما آگاهیتان بیشتر میشه، چون چیزی هست که شاید شما نشناسید. وقتی که اونجا با چشم میبینه هم جسم میبینه و همی که با نام از او خوبتر آشنا میشین. و یکی که اگر یک مکتب و یا یک نهاد تصمیم میگیره تا عموم محصلین خود را و یا شاگردان خود را به خاطر سیر علمی از کشور به کشور دیگه میبره، این چی اهمیت داره برای ما؟ این اهمیتش این است که ما از رسم رواج اونها، از شیوه کار آنها و از برخورد آنها با یک دیگرشان آگاهی حاصل میکنیم. یعنی اگر ما در داخل صنف باشیم و همیشه درس بخونیم شاید برای مخصصه کن باشه، اما اگر از داخل صنف بیرون از صنف میریم و یا به جای به تفریح میریم و یا به خاطر سیر علمی میریم، اینجا هم برای ما لذت بخش است. یعنی که اون خستگی که در طول روز و یا در طول ماه تعلیمی و یا سال تعلیمی می داشته باشیم، این خستگی ما چی میشه؟ رفع میشه. و امید به این که شما وقتی به سیر علمی میریم آنچی را مشاهده میکنه از او بیاموزه، نه اینکه وقتی مشاهده کردید با فراموشی بگذاره شه. و یک چیزی را براتون توصیه میکنم، هرگاهی که شما به سیر علمی میره کتابچه و قلم با خود داشته باشه. چرا کتابچه و قلم با خود داشته باشه؟ به خاطر اینکه وقتی شما یک چیزی رو میبینه آنن براتون یا تاریخچه‌اش بیان میکنه و یا اینکه درباره از او براتون عمو مسئوله معمول بخش براتون معلومات میده، شما مجبور هستید که او را یادداشت بکنید. اگر یادداشت نکنید احیانا شاید که یک روز و یا دو روز به حافظه باقی بمانه، با اضافه شدن معلومات دیگری به ذهن شما پس دوباره از بین میره. پس خواهش میکنم از شما هرگاهی که شما به جای بس خاطر سیر علمی میره و یا به خاطر اینکه معلومات تان افزوده شود، پس حتمی کتابچه و قلم همراه خود داشته باشه تا اینکه آنچه را میبینه او را نوشته بکنه و یادداشت بکنه تا در امو کتابچه تان باقی بمانه، موقع ضرورت از او استفاده بکنید. خب شاگردای عزیز، این بود درس سیر علمی ما. شما اگر کدام مشکلی داشته باشین، شما میتونید که از طریق واتساپ و یا ایمو با ما شریک بسازید و ما